بینندگان عزیز، برنامه را با چند خبر کوتاه ادامه می دهیم. مؤسسه فرهنگی صادقیه در استان بصره اقدام به برگزاری جشن بزرگی به مناسبت عید قدیر ثانی یا همان فرحت الزهرا سلام الله علیها با حضور جمع زیادی از عاشقان و محبان اهل بیت علیهم السلام نمود. این مراسم که در حسینیه حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها برگزار شد، شاهد حضور فعال روحانیون و فرهیختگان نیز در کنار مؤمنان و دوستداران اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام بود که به مناسبت فرارسیدن عید قدیر ثانی و اعلام ولایت اهل بیت علیهم السلام و انکار تبرع از دشمنان ایشان برگزار شد. کتاب مقدس عبری کمیاب که قدمت آن به قرن 14 باز می‌گردد، در یک حراج عمومی به قیمت 6.9 میلیون دلار فروخته شد. در حراج ساتیبز نیویورک که از بزرگترین حراجی‌های آثار هنری و کلکسیونی در جهان می‌باشد، یک کتاب مقدس عبری مربوط به قرن 14 با 800 صفحه و تزئینات ظریف فروخته شد. واحد اطلاع رسانی امنیتی عراق از انهدام مخفیگاه متعلق به گروه سنی‌های تندروی داعش توسط جنگنده‌های F-16 این کشور در شرق استان صلاح الدین خبر داد. در یک عملیات ویژه بر اساس اطلاعات دقیق از جانب نیروهای دستگاه اطلاعات ملی عراق و با هماهنگی برنامه ریزی و نظارت واحد هدفگیری فرماندهی عملیات مشترک، جنگنده‌های F-16 در یک حمله هوایی موفقیت‌آمیز توانستند مخفیگاهی را در رشته کوه‌های بلکانه در واحد فرماندهی عملیات شرق صلاح الدین منهدم کنند. صدرالدین حجازی، بازیگر تلویزیون و سینمای ایران، پس از تحمل یک دوره بیماری در سن 76 سالگی درگذشت. بیشتر مردم مرحوم حجازی را با بازی در نقش خولی در مجموعه مختارنامه می‌شناسند. دولت کبک خواهان برکناری امیر القوابی شده. امیر القوابی نماینده ویژه دولت فدرال در مبارزه با اسلام حراسی است. القوابی در تاریخ 3 آگوست نامه‌ای به رؤسای دانشگاه‌ها نوشته و از آنها خواسته بود که اساتید مسلمان، عرب و فلسطینی بیشتری را جذب کنند. نتیجه تحقیقات اخیر نشان می‌دهد که نزدیک به 60% از دانش آموزان مسلمان در نیویورک مورد آزار و اذیت همسالان خود در مدرسه، به ویژه پس از حمله اسرائیل به نوار غزه، قرار گرفتند. این نظرسنجی تحت عنوان احساس نفرت در مدارس ما توسط شورای روابط آمریکایی اسلامی در نیویورک انجام شد که بر اساس آن حدود 60% دانش آموزان مسلمان گزارش دادند که در مدرسه توسط دانش آموزان دیگر به دلیل مسلمان بودن مورد آزار و اذیت قرار گرفتند. یک فرد شیعه در پاکستان پرونده توهین به مقدسات علیه یک سنی افراطی به اتهام توهین به خاندان پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله تشکیل داد. بر اساس گزارش‌های محلی، این پرونده به پستی در شبکه‌های اجتماعی برمی‌گردد که توسط متهم منتشر شده بود و جامعه شیعیان را توهین به خاندان پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله دانستند. ارتش نیجریه روز گذشته اعلام کرد نیروهای ارتش 13 گروگان را که توسط یک گروه افراطی در ایالت کادونا در شمال غربی این کشور ربوده شده بودند نجات دادند. طبق بیانیه ارتش در این عملیات چندین آدم ربا کشته و تعدادی دیگر دستگیر شدند. سازمان آموزشی علمی فرهنگی ملل متحد یونسکو نگرانی عمیق خود را نسبت به گزارش‌های غارت گسترده موزه ملی سودان و سایر مکان‌های باستانشناسی در سودان ابراز کرد. این سازمان از جامعه بین‌المللی خواست تا تلاش‌ها را برای حفاظت از میراث سودان در برابر تخریب و قاچاق غیرقانونی افزایش دهد و از طرف‌های درگیر خواست تا قوانین بشردوستانه بین‌المللی را رعایت کنند
و از تخریب یا غارت اموال فرهنگی یا استفاده از آن برای اهداف نظامی خودداری کند. برخی از مناطق جهان به زودی شاهد یک پدیده نجومی منحصر به فرد خواهند بود، زیرا همزمان ابرماه و یک ماه گرفتگی جزئی ظاهر می شود. به گفته ناسا، سه شنبه شب در آمریکای شمالی و جنوبی و صبح چهارشنبه در آفریقا و اروپا این فرصت را خواهید داشت که این پدیده هیجان انگیز را ببینید. محققان گروه علوم اعصاب محاسباتی شناختی با کمک هوش مصنوعی توانستند رفتارهای پیشبینی کننده مغز را پردازش کنند. دانشمندان دریافتند که فعالیت‌های خود به خودی مغز نقش مهمی در پردازش مغز و اطلاعات بدون محرک‌های خارجی مغز دارد و این کشف می‌تواند روش‌های تشخیصی و درمانی بیماری‌های مغزی را بهبود بخشد.